بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند برای پیغمبرش تذکیر می‌دهد که در اون قصه هایی که ما در قرآن آوردیم به شک پند و اندرز هست برای نفرانی که هدایت می‌خواهند، برای نفرانی صاحب عقل، صاحب خیرد. خداوند در سوره یوسف باز بفرماید که ما برای تو بهترین قصه ها را در قرآن آوردیم، اگرچه شما در باره این پیش معلومات نداشتید. حضرت پیغمبر علیه السلام برای توصیه دادن، برای تشویق کردن، برای تشجیع کردن اصحاب قصه ها میکردن. خداوند خود قصه میکنه به پیغمبر و پیغمبرم برای اصحابش قصه میکنه. قصه های قرآنی از دیگر قصه ها فرق دارند. قصه های قرآنی همون حادثه هایی هست که در امت پیشین گذشته است. در آن هیچ شک و شبهه یا یگان قصه تخیلی نیست و پیغمبر خدا رام علیه السلام برای اصحاب قصه می کردن، برای روحیه اونا را بلند کردن، برای تشویق کردن، برای تشجیع کردن. مثلا روز خباب رضی الله تعالی عنه نزد پیغمبر خدا علیه السلام آمد و پیغمبر گفت: پیغمبر، دیگر طاقتی عذاب های این مشرکین ندارم. حضرت خباب رضی الله تعالی عنه را در روی رگای تسفان با پشت میموندن و زمین میکشیدنش. اونقدر عذابش داده بودن که در پشت دیگر جای آبادی نمان و به رسول خدا علیه السلام هم نشان داد، گفت: پیغمبر، ببین دیگر جای آباد نیست در پشتم، دعا کن خداوند ما را از این عذاب نجات بتیه. پیغمبر خدا علیه السلام گفت: ای خباب، امتهای گذشته را برای از دینشان گشتن، برای مسلمان بودنشان، برای به خدا باوری داشتنشان، از بالای سرشان تا پایین پاشان به عرد بلک میکردن اما از دینشان نمیگشتن. این نشانه های اون است که برای ثابت بودنشان، برای تشجیه کردنشان پیغمبرم با آنها قصه میکرد. از همین سبب خداوند خیلی زیاد قصه ها را به قرآن آورده است. حتی سه یک حصه قرآن خودش قصه است، حکایت است. یعنی 33% قرآن خودش قصه است. حتی شعرهای ما هم از این طریق برای ما شعرهای زیاده هم گفتند. یکی از اون مثال ها مثنوی مولوی رومی است و شاعر بزرگوارم خیلی خوب میگن که هر کی ناموخ از گذشتی روزگار، نیز ناموزد زه هیچ آموزگار. اگر هر کی از گذشتی روزگار، از اون مشکلهایی که بالای سر مردم پیش از اون آمده است، از طریق زندگی کردنی شایسته اونها پند انداز نگیرد، هیچ آموزگار اون فهمانده نمیتواند. و شاعر دیگر میفرماید که بیرو ز تجربه ای روزگار بهره بگیر که بحری دفع حوادث تو را بکار آید. بله، ما را اشاره میکنه که برای اون حادثه هایی که الان به سر تو همون حادثه آمده است، بالاکید به سر دیگرها هم آمده است. برای ببین که در این حالت ها اون انسان های صالح و پاک چه کارها را انجام دادن تا این مشکل ها را پسی سر کردن. قصه یا حکایت یگانه راه هست که بسیار و بسیار به آدم تأثیر میرسانه و انسان خودش تشخیص کرده میتونه که در قصه در کدام طرف هست، طرفی مثبت یا طرفی منفی. برای یک انسان یک قصه کوتاه میتونه که به چند سوالاش جواب پیدا کنه، یا اینکه بسیار مشکلی که داره اونا چی میکنه تسلیت میکنه که نفرای بدن از تو هم مشکلی زیادتر داشتن اما با این سبب ها چیکار کردن تونستن که مشکل هاشون را پس سر بکنن. پس برای همین برادران عزیز، ما تصمیم گرفتیم که یک چند قصه های قرآنی و یک چند قصه های از صحابه پیغمبر علیه السلام و یک چند قصه ها از صالحین، قصه های خیالی نه، قصه های واقعی که برای انسان ها رخ داده است، برای شما پیشکش بکنیم. پس ما را در صفحه فیسبوکی
واسه یوتیوب و اینستاگرام پیگیری کنین تا از قصه های واقعی برای تشویق، برای تسلیت قلب خودتان چیزی را گوش کرده باشید. باقی در پناه خدای مهربان باشید.